محاصره منطقه شیعنشین العوامیه در شرق عربستان ادامه دارد. محاصره منطقه شیعنشین العوامیه در شرق عربستان از سوی نظامیان سعودی وارد پنجمین روز خود شده است. از آغاز محاصره منطقه شیعنشین العوامیه تا کنون چهار شهروند عربستانی به ضرب گلوله نظامیان سعودی به شهادت رسیده و شماری نیز زخمی شدند. نیروهای امنیتی سعودی یک کودک دو و نیم ساله و یک جوان را در منطقه شنشن العوامیه در شرق عربستان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی سعودی به شهادت رساندند. این کودک شب هنگام همراه با خانواده اش نزدیک العوامیه هدف قرار گرفت و کشته شد. بر اساس گزارشی منتشر شده مادر این کودک نیز در تیراندازی نیروهای سعودی به شدت زخمی شد. نیروهای سعودی همچنین با شلیک RPG مسجد السید سید محمد را در منطقه المسوره العوامیه هدف قرار دادند و این مسجد را به طور کامل تخریب کردند. نیروهای آل سعود همچنین به یک مسجد دیگر در محله الدیره در العوامیه حمله کردند. نظامیان سعودی همچنین به صورت پراکنده و بی هدف در مناطق مختلف العوامی آر پی شلیک کردند که در نتیجه آن به شدت به شبکه برق و منابع آب این منطقه آسیب وارد شد. العوامی از چندی پیش تحت محاصره نیروهای سعودی است و با کمبود شدید آب دست و پنجه نرم می کند. با گذشت چندی روز از محاصره علوامی جنایات نظامیان رژیم سعودی علیه شهروندان شدت گرفته است. نظامیان رژیم سعودی بامداد چهارشنبه به شهرک علوامی یورش برده و شهروندان و منازل آنها را هدف تیراندازی قرار دادند. همچنین در پی این حملات به املاک عمومی و خصوصی و خودروهای آنها خسارات زیادی وارد آمد. در پی محاصره علوامی در طول چند روز گذشته عبور و مرور در این شهرک مختل شده است. استان قطیف در شرق عربستان سعودی که اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل می دهند، از فوریه 2011 میلادی صحنه اعتراضات مسالمت مردمی بوده است. معترضان خواستار اصلاحات، آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به تبعیض اقتصادی و مذهبی هستند از سوی دیگر این اعتراضات مسالمت آمیز اغلب با سرکوب گسترده نیروهای سعودی روبرو شده است نیروهای سعودی تدابیر امنیتی در سراسر این منطقه شیعه نشین را افزایش دادند